دوستان عزیزم سلام، به قسمت 11 همه آموزش ستار بسیار خوش آمدین. من شادی هستم و توی این دوره های آموزشی که براتون ضبط میکنم قصد دارم ساز ستار رو از مبتدی تا حرفه‌ای بهتون آموزش بدم. اون دوستانی که قبلا همراه ما بودن میدونن که من آموزش ها رو با کتاب استاد زلفانون پیش میبردم، اما تا توی این جلسه قصد داریم با هم دیگه یک گریزی بزنیم و یکی از آهنگ های بسیار معروف و زیبای محلی ایرانی به اسم نوایی رو با هم دیگه کار بکنیم که این نوت بسیار پیشرفته تر هست. من برای هنرجوام نوت ها رو ساده میکنم و متناسب با سطحشون اون رو حالا یا مبتدی یا متوسط یا پیشرفته در اختیارشون میذارم. توی این قسمت هم چون ما هنوز در سطح مبتدی هستیم و هنوز به قسمت پیشرفته و متوسط نرسیدیم، من نوت رو به صورت مبتدی در آوردم و براتون گذاشتم. منتها لازم هست یه عذرخواهی بکنم به این خاطر که از اپلیکیشنی که استفاده میکردم بابت نوت نگاری این اجازه رو به من نمیداد که به یه سری علامت ها دسترسی داشته باشم، مثل علامت برگشت یا تکرار. بنابراین ما توی این قطعه یه جای تکرار داریم و من نمیتونستم براتون بذارم چون دسترسی بهش نداشتم، ولی در حین اینکه دارم آموزش میدم بهتون میگم که کجا برگشت داره. اگر که نوت رو ببینید در پایین صفحه براتون گذاشتم و همچنین بعد از تموم شدن ویدیو در انتهای ویدیو هم براتون میذارم که حالا دوستان عزیزی که احتیاج دارن سایز بزرگترش رو ببینن میتونن از صفحه اسکرین بگیرن، پرینت کنن و یا توی گوشیشون داشته باشن. این قطعه هستش 2/4 توی هر میزان باید به اندازه 2 تا نوت سیاه ما زمان داشته باشیم که حالا میتونه 2 تا سیاه باشه، یه سفید باشه، 4 تا چنگ باشه یا ترکیبی از اینها. سرکلیدمون هست ری بکار، می بمول، فا، سل رو داریم و بعد لای بمول. جایی که می بمول اجرا میشه بلافاصله بعد از ری هست، یعنی همون جایی که دستتون رو میزنید و ری رو اجرا میکنید بلافاصله بعدش می بمول اجرا میشه و همچنین برای اجرا کردن نوت لای بمول همون جایی که سل رو میزنیم بلافاصله بعدش لای بمول اجرا میشه. من براتون این رو دوبار میزنم که بار اول بدون زینت هست برای اینکه شما ریتم رو ببینین، آشنایی پیدا کنین، و بار دوم حالا توش یه مقدار ریتم میارم یا شاید با مضراب تنبوری براتون بزنم. از ابتدا شروع میکنم. دوباره از اول تکرار میشه. خط دوم اونجایی که قامت در مهان خانه دل نشیند دوباره تکرار میشه، همون قسمت قامت در مهان خانه دل نشیند که از فا شروع میشه. قسمت بعدیش در واقع انتهای دو میزان انتهای خط سومتون و این قسمت رو دوباره تکرار میکنی از به منزل، اون قسمت به منزل نشیند که در واقع شعرش عوض میشه. این هست. پیشنهاد من برای افرادی که مبتدی هستن اینه که میتونن هر جایی که نوت سفید میبینن رو به صورت ریز اجرا بکنن و اگر براتون مقدور هست نوت ابتدایی هر میزان رو دوراب بزنید. این خیلی کمک میکنه. حالا این رو میتونید به صورت مضراب تنبوری هم اجرا بکنید که اون دوستانی که بلدن میتونن اجرا بکنن، دوستانی که نه من توی جلسات آینده حتما بهتون این رو میگم. شاید اصلا جلسه بعدی رو همین موزیک رو برگشتیم با مضراب تنبوری چون اون خودش
یه آموزش کاملا جداست و خیلی توضیحات ریزی داره. براتون یه بار میزنمش. رو ریز کردم که بهتون بگم مثلا میتونه یه خورده شاخ و برگم پیدا بکنه. اگر که بتونید شعرش رو باهاش همزمان بخونید خیلی به نگه داشتن ریتم کمک میکنه و اصطلاحاً چون اینا آهنگ‌هایی که به هر حال همه شنیدن و شاید احتیاجی نباشه به صورت دو چهارم خیلی شمردش، این خوندن خیلی میتونه کمکتون بکنه. حالا دوستانی هم که تمایل داشته باشن میگم میزان دو چهارم هست و باید به صورت یک دو یک دو شمرده بشه. این تمرین رو انجام بدین و اگر که تمایل داشته اون دوستانی که این تمایل رو داشتن میتونن ویدیوی خودشون رو ضبط بکنن و برای من ارسال بکنن و من همه این ویدیوهای دریافتی از شما رو میکس میکنم و توی کانال قرار میدم. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو به درد یکی از دوستانتون میخوره باهاش به اشتراک بذارین، کانال رو سابسکرایب کنید و همراه ما باشید. ممنونم.